تحویل عملیاتی انواع موشک‌های بالستیک، انبوه موشک‌های قدر، قیام، فاتح 110، خلیج فارس و سامانه پدافند هوایی مرساد که در وزارت دفاع طراحی و تولید شده به نیروی هوافضای سپاه و قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا تحویل شد. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مراسم تحویل این سامانه ها و تجهیزات موشکی گفت افتخار آفرینی فرزندان غیور ملت در نیروهای مسلح برای تثبیت قدرت بازدارندگی موثر با جدیت ادامه دارد. این موشک ها قادر است اهداف دشمن را با دقت هدف قرار دهد، منهدم کند و طیف متنوعی از نیازمندی های موشکی نیروهای مسلح را در بردهای مختلف تأمین کند. امروز انبوهی از موشک های بالستیک دوربرد و میانبرد زمینی و دریایی و یک سامانه پدافندی کم نظیر تحویل نیروهای مسلح شد. همه اینها کاری است از دانشمندان گمنام وزارت دفاع. مرساد نشان نصرت، خلیج فارس نشان همیشه بودن، قیام نشان ایستادن روی پای خود، فاتح نشان فتح و ظفر و قدر نشان قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران در دفاع از کیان این مرز و بوم. قادرند که به صورت نقطه زنی عمل کنند و خطای اصابت که اونها زیر 5 متر است. توان اونها در مقابله با جنگ‌های الکترونیکی و همچنین برد موثری است که برای مجموعه موشکیمون پیش بینی می‌کنیم. سامانه پدافند هوایی مرساد امروز تحویل قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا شد. سامانه‌ای که در اوج تحریم‌ها مرحله به مرحله ارتقا یافت و حالا در لبه فناوری روز دنیا قدم برمی‌دارد. پشتیبانی بسیار خوب وزارت دفاع یکی از افتخارات بزرگ نیروهای مسلح است که این سامانه را از صفر شروع کردند و به اینجا رسوندند که اوج دفاع ارتفاع متوسط رو میتونیم ادعا بکنیم امروز. باید موشک‌های بالستیک زمین به زمین دوربرد قدر، میانبرد قیام و فاتح 110 و زمین به دریای خلیج فارس هم امروز نصیب رزمندگان سپاه شد. آنچه که امروز در نوع مسلح ما به عنوان قدرت دفاعی وجود داره هیچ تهدیدی برای همسگان ما نیست و مهم اینه که باور ما بر اینه و همه هم این رو پذیرفتن که ایران قدرتمند و عزتمند ما عامل اصلی ثبات و امنیت در منطقه است.